سلام، امیر حسین صدیق هستم، کتاب باز. خیلی همون فکر میکنیم که یک اثر ادبی، یک کتاب، یک رمان معروف حتما باید کار یک نفر باشه. یک نفر بشینه در تنهایی و خلوتش فکر کنه و به سختی بنویسه. اما نکته جالبش اینه که میشود تعداد زیادی اثر ادبی رو نام برد که ماحصل یک کار گروهی بوده. باور میکنین؟ یعنی یه عده‌ای نشستن کنار هم، گپ زدن، نوشتن، با هم دیگه تبادل نظر کردن و یه اثر ادبی کتاب چاپ کردن. من خودم اینطوری فکر نمیکردم. من خودم هم واقعا فکر میکردم فقط یه نفر میتونه یه کتاب بنویسه. ولی نه، میشه با کار جمعی و گروهی یه کتاب چاپ کرد. نوشت و چاپ کرد. نوشتن مهمه. حالا چرا این حرفا رو زدم؟ مهمون امروز برنامه من یک هنرپیشه جوان، خوش چهره، خوش قد و بالای، خوش حاتیه است که خیلی از این واژه نمیخواستم استفاده کنم، ولی تقریبا باید بگم اند کار گروهیه. حالا چرا؟ ببینین، میشناسین، باش گپ میزنیم. اینجا پاتوق کتاب هست. سوال امشب: کدام یک نام کتابی از غلام حسین یوسفی است؟ 1. شب مهتاب. 2. چشمه روشن. برای پاسخ عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 35000 ارسال نمایید. مهمان امشب پاتوق کتاب باز کسی نیست جز پویا امینی. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون چطور؟ من از همین پشت دخل با شما. خواهش میکنم. سلام علیکم. دیدین گفتم خوش قد و بالا سینه، دستم رسید، اگه دیگه بود نمیرسید. سلام علیکم، اگه میخوای بکنین. بله، منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. شب بخیر میگم، امیدوارم که اوقات و ایام به کامشون باشه. به به، تعریفایی که ازش کردم در خورش بود دیگه. خوشگل و خوش تیپ و خوش آتیه و گراه و شما لطف دارین. کلی هم رشته ورزشی میبینی. تو پویا جزو تیم والیبال هنرمندان که میدونم هستی، عضو تیم فوتبال هنرمندان هم که هستی، عضو بذار این قدر زیاده بدونم، عضو تیم بسکتبال هنرمندان هم که هستی و در نهایت عضو تیم کارتینگ هنرمندان هم خوب شد تعدادمون اندازه بود هستی. بودی قهرمانی. چرا بودی الان هم که هستی؟ بابا همش هایی داری میگه هستی، اینا همه رو بودیم. کی بودی؟ خب زمان خردسالی تو که جوانی، الان که قبلا بودی یعنی؟ خب یه تایمی خب خیلی بیشتر درگیر ورزش و اینجور مسائل بودیم و اون زمان هم خب میطلبید و نیاز بود توی جامعه که الان تو کدومش هستی؟ ادامه هستنشو الان فقط فوتبال و فوتسالش هستم. خب پس یه فوتسال اضافه شد، خوب شد. وصل بزرگمون نمیرسید. پس فوتسال و فوتبال و تک و توک والیبال. والیبال، کارتینگ و اینا نمیرسی؟ کارتینگ اینا رو دیگه حالا بشه به صورت تفننی دیگه، نه به اون شکل نست. ببین توی ورزش و سینما و تلویزیون هم آدم، میگم آدم، ماها معمولا چیز داریم، تماشاگر، تماشاچی داریم. خب که ادبیات هم به جاش یک، نمیشه گفت تماشاگر، خواننده داره، مخاطبش خواننده نامیده میشه. به نظر تو تعدادشون مهمه
یا کیفیتشون، چه تماشاچی تماشاگرهای ما یا خوانندگان یک اثر ادبی. نظر شخصی چیه؟ به نظر تو اینکه تعدادش زیاد باشه، یک مثلا سریالی که مخاطب خیلی زیادی داشته باشد ولی کیفیتش مخاطبانش اینا خیلی زیاد نباشه، یا اینکه نه مخاطب خاص داشته باشه با تعداد؟ تو خودت کدوم بیشتر ترجیح میدی؟ نمیشه گفت من کدوم بیشتر ترجیح میدم. چرا نمیشه گفت؟ چرا هرچی من میگم نمیشه گفت؟ هدف گذاری مهمه. میدونین آخه یک مشکلی که ما خیلی باهاش رو در رو هستیم، ما میخوایم فوری مرز بذاریم بگیم خوبا این ور بدا اون ور. نه میگم کیفیت مهمه یا کمیت؟ همینو عرض میکنم. زمانی که هدف تعیین بشه که شما میخوایم با این کاری که داره حالا تولید میشه مخاطبین زیاد داشته باشین یا نه مخاطبین خاص رو میخواین دنبال کنن، آفرین، دو تا مقوله متفاوته. آره، در نتیجه بر اساس اون هدفی که تعریف میشه میشه راجبش صحبت کرد که خب حالا این کار که قرار بوده مخاطبین میلیونی جذب بکنه توی جذب مخاطبینش موفق بوده آیا یا نه. خب آیا و در مورد سینما هم همینطوره، خیلی از کارها ساخته میشه اصلا قرار نیستش که همه ببینن به به و چه چه بکنن، ولی اون عده‌ای که میبینن واقعا خاص میبینن و راجبش نظر میدن و خب شاید ممکنه باب سلیقه و باب طبع من و شما نباشه. خب یه کوتاه بپرسم، نمیشود کاری کرد که مخاطبین زیادی داشته باشه، دمنشتم کم کم حاضره، اما کار خاص هم باشه و مخاطبین خاص و با کیفیت هم داشته باشه، نمیشود این کار کرد به نظره؟ یعنی الزاماً چون قرار عام ببینن نمیشه کار خوب کرد؟ چرا مثلا یعنی فیلم طعم گیلاس اگه خاطرتون باشه؟ بله، یه همچین شرایطی داشت. پس میشه دیگه، میشد آخه. خب نه، خب ببین باز طیف مخاطبینی که میامدن نظراتشون کاملا 180 درجه متفاوت بود. شخصی داشتن، یکی میگفت خیلی بد بود، یکی میگفت وای شاهکار بود. حالا بعدم بهت میگم که چرا اینو پرسیدم. دمنوش تو میتونه درش بیاره چون دیگه زیادی پررنگ میشه، زیادی آرام بخش میشه. اینجا پاتوق کتاب باز با پویا امینی عزیزم نشستیم داریم گپ. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. توی جنگل چند تا حیوان بودن، بعد طاووسم با چند تاشون دوست شد، شیر، پلنگ، فیل، ببر باشون دوست شد. بعد یه روزی دوستاش بهش گفتن یه دونه پرتو بکن یادگاری داشته باشیم. بعد گفتش نه نه نمیخوام، دردم میگیره. بعد رفتش خونهشون بخوابه. بعد صبح شد، بعد شنید که خرسا اومدن سنجابا رو بردن، برن پوستشون رو بکنن، برن بفروشن پول در بیارن. بعد طاووسم رفت پیش دوستاش، با هم دیگه رفتن پیش خرسه. نه، به دوستاش گفتش یه فکری دارم. بعد با دوستاش رفتش به خرسه، رسید گفتش من پرامو بدم سنجابا رو آزاد بیکنی؟ گفتش بله. بعد طاووسم پراشو داد تا آزادش کنه. بعد خرسم با تند رفت پرا رو داد، پول در آورد، بعد آزادشون کرد سنجابا رو. بعد همه از طاووس خوشحال بودن، دوستش داشتن. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. زیگیر بود، بر رفتیم دکتر سوزوندیم. زیگیر با کله، بالاخره خال یا زیگیر. خال سوسکه میخواست بره به جنگل. زنم میشی؟ گفتش نه، اگر دعوا کردی با چی منو میزنی؟ با مشت.
گفتش اگر زنت بشم با چی منو میزنی؟ با هیچی. گفتش بله. یه دونه مرده خور به نده بعد دیگه بر نگشت. این بود. نمیدونم شاید اونه زش بیدیدم منو. ای کوش اینه؟ ای نمیتونه بیدیدم. من نواتم رو حل کنم. پویا جان تا من نواتم حل میشه تو خودت کتاب باز هستی؟ خودتو کتاب باز میدونی؟ من خودم رو کتاب باز نمیدونم. نه. چرا؟ چون احساس میکنم کسی که کتاب بازه باید حداقل ما 10-12 کتاب رو بخونه. آها تو 10-12 ما میگیم ما کتاب بازیم، ما یه دونه رو بخونیم گلابونو میندازیم هوا نمیگیریم. چقدر اصولا چقدر وقت میکنی میرسی؟ از نه هستی که همیشه کتاب همراهت باشه هر وقت بیکار بشی بخونی؟ فرصت جور کتاب میکنی؟ کتاب که دیگه داری؟ همیشه همراهم هست چون تو گوشیم همیشه چند تا کتاب هست. آها کتابو به صورت دیجیتال میخونی. بس. راضی هستی؟ نه. لذت کتاب خوندن رو کاغذ به آدم میده؟ نه اونو بیشتر ترجیح میدم موقع خوابیدن بخونم. اخیراً چه کتابی خوندی دوست داشتیش رو تاثیر گذاشته یادت مونده که شاید بعداً دوباره بهش رجوع کنی؟ کتاب تاثیرگذار؟ آخه میدونی من کتاب نمیخونم که تاثیر بگیرم ازش. بیشتر باور کنم. بعد چرا کتاب میخونی؟ بیشتر از جهت لذت بردن، یعنی سعی کردم که دیگه این فیلم دیدنمون نشه. ما فیلم میخوایم ببینیم باید چیز کنیم دیگه، هی آنالیز کنیم فیلم رو دیگه. نمیخوام دوست ندارم اونجوری ببینم. لذت ببریم. آره نمیشه. لذت کتاب رو ترجیح میدم بیشتر. بعد روش تاثیر هم نمیذاره، یعنی اگه بخواد تاثیرم بذاره مقاومت میکنه، میگه من اینو دارم میخونم نه این حقیقت نداره فقط من لذت ببرم. نمیشه گفت. در اصل ما نشأت گرفته از اتفاقات روزمره هستیم که برامون پیش میاد. درسته. طبیعتاً اینجوری میگه نمیتونیم. طبیعتاً تأثیرم رو میذاره. خب کتاب تأثیر میذاره. نمیتونیم در بریم ولی خب چی بوده؟ یه کتابی که حالا اصلا کار ندارم، شاید مثلا یه سال پیش دو سال پیش خونده باشی ولی یادت مثلا الان یاد کتاب میفتی لذت خوندن اون کتاب باته. اگر اشتباه نکنم اسمش گم شده در آسمان بود. گم شده در آسمان. آره تو دوره نوجوانی من خوندم ولی خب شور و هیجانش زیاد بود برام که حالا بعد بخوام دنبال کنم و اینا، خب ادامه قصه چی میشه و اینا. بعد ترغیب شدم که دوباره مثلا بخونمش، حتی اون کتابی که مثلا خونده بودم یه بارم خونده بودم دوباره بخونم. یعنی در دوران نوجوانی خونده بودی دنبالش گشتی که دوباره تو همین سن و سال هم دوباره نه بخونم. تو این سن و سال نه ولی بعدش مثلا تو دوره دانشجویی مثلا و پیداش کردی خوندی؟ بله دوباره خوندمش. و تجربه جدیدی ازش کسب کردی؟ اصلا یه چیز دیگه شده بود انگار برام، یعنی میدونی شاید به خاطر تغییراتی که خدا آدم درش شکل میگیره یهو اصلا یه چی میگم برداشت شخصیش متفاوت میشه یهو. یه چیزی که مثلا اون موقع ممکنه خیلی سلیقت باشه ممکنه خیلی تغییر بکنه. دقیقاً خیلی ها که این تجربه رو دارن که یه کتابی رو در دورانی خوندن بارها و بارها در دورانهای دیگر زندگیشون که میخونن برداشت‌های دیگری از کتاب میکنن اصلا. بله ولی خب یه کتابی بودش که فکر میکنم اولین کتابی بود که حالا به لحاظ ضخامت یه مقدار با کتابای درسیمون فرق داشت. اون موقع سفرنامه ماجلان بود. آها. برام خیلی جالب بود، یعنی شکل ارتباطی که بین اون آدم‌ها توی اون دوره اتفاق می‌افتاده و نگاهی که اینا داشتن و تفکراتشون خیلی برام جالب بود، خیلی برام بامزه بود که توی یک سرزمین جدید، زمانی که داره یک سرزمین جدیدی کشف میشه چه چیزهایی رو میتونه با خودش بیاره. اون هم مثلا جزء کتابایی بود که فکر میکنم تو ذهن کتابایی بود که آره تاثیر خوبی رو گذاشته. آره هنوز یادمه. خب خیلی خوبه. دوست داری نقش چه کاراکتر ادبی رو بازی کنی؟ فکر نمیکنم بهش، نه تنها به کاراکترهای ادبی که کلن چه نقشی رو بازی کنی؟ اصلا بهش فکر نمیکنم، یعنی دلم میخواد که وقتی که میشنوم مثلا این یه همچین نقشی داره بهم پیشنهاد میشه خودم میگم دوست داری خودتو سورپرایز کنی. آفرین. این کتابایی که در این دو تایی که نام بردی در نوجوانی خونده بودی دفعه اول و میگی که ازشون تاثیر گرفتی، توی نگاهت به زندگی تاثیر نگرفتم، بالاخره یادم مونده و برای جالب بوده که کشور جدیدی کشف میشه چه تاثیراتی میذاره توی زندگانیت الان که از دور نگاه میکنه، از نوجوانی که خوندی تا الان، آیا در نگاهت به زندگی، به اطرافت، به دنیای دیگر تاثیری داشته؟ کتاب خوندنم
مشخصا حالا همین دوتا کتابی که دوستشون داشتی و تای ذهنت هست؟ نه. نه؟ نه. خیلی خوشحالم اینجا پاتوق کتاب باز با بویا امینی عزیز داریم گپ میزنیم که اصلا کتاب رو آدم تأثیر نمیذاره، مهمی که لذت ببره. قربونتون برم، دمنشت یخ میکنه. کتاب ایسکای کتابخونی، ایسکای کتابخونی، بفرمایید کتاب مطالعه کنید. کتاب کتاب اون خسته نباشی، کتاب مطالعه نمی کنید؟ نه فعلا. فعلا نه؟ نه. کتاب مایل نیستی مطالعه کنید؟ عناوین مختلف داستانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرزشی. شما چی؟ دنبال جایی. خب سمت راست بری یه جای خوب هست اونجا. جدی میگم زیر سایه. کتاب مطالعه نمی کنید شما؟ چرا؟ سالن وی آی پی هم داریم ما. نه این وای فای هم داره، اینترنت وای فای داره داخل این. خسته نباشید. خوب هستی؟ کتاب مایل نیستی برای مطالعه؟ سالن وی آی پی هم داریم ما. میخندیم. ایسکای کتابخونی. ایسکای کتابخونی، بفرمایید کتاب مطالعه کنید. کتاب چادر به قصد مطالعه شما اینجا بنا شده. اینجا خنک، سایه است و تو ارتفاع چادر ببین ارتفاعش تنظیم شده است. جان چادر می‌پوشی؟ نه چادر، قضیه اینه که شما میتونی بری داخل چادر مطالعه بکنی. یه دوستی اومد یه نیم ساعت مطالعه کرد رفت. میتونی در فضای مطالعاتی ما هم استفاده کنی، با خانواده، فضای وی آی پی مون هستش اینجا. بابت مطالعات فروشه. آقا هر کی خواست میتونه بیاد توی چادر هم مطالعه بکنه. نخواستی هم خوندی میتونی بری. نه. نظر چیه؟ کفش. فقط اون بعد بذار جو کفشیمون اونوره. برو برو. خب مشغول شما الان میام. تو چه زمینه مطالعه داری؟ فرهنگی. بیا کفش رو درو. حالا نیو بدی نگاه کنم. حالا ما شما رو کتابخون می‌کنیم ان شاء الله. عنوان این کتاب چیه؟ یک دقیقه با فرزندم. پدر. پدر. اینجا جلسه گفتمان ما هست. چند نفر جا میشن دقیقاً؟ 6 دقیقاً 2 4 6 شب. شما بیرون باش. اگه کتاب خاصی هم که بخوای میتونی سفارش بدین براتون میارم. هنو که فهرستی که بابا. یه لحظه باش. یعنی الان فروشش چقدره؟ این قابل نداره، این 2 تومن. خسته در نکنه. ما اینجا فضای مطالعاتی هم داریم. ممنونم. خب برو بشین از اینترنت داخل حداقل استفاده کن. اگه بشین گرم که نیستش تو. خوبه؟ الان باد میاد خنک میشه. چطوری؟ چقدره؟ جان این هم همون 1000 تومن. این حکایت ها و لطیفه ها ببین اینو الان بلند بخون. ببین داستان جوندار بخون. آها. هنگامی که اسکندر جانشین پدر شد و به قدرت رسید. بفهمو. دیدی اسکندر از کتاب نخوندن در تابستون رسید به آتیش زدن کتاب. آره ولی مطالبش نه مطالبش بله بله بسیار کتاب غنی. میشه 16 و نیم با تخفیف شما 14 تومن. من 15 تومن بهتون میدم بفهم. شما اصلا آقا قابل نداره. بی‌تعارف دارم میگم مهمون ما باشی. اتفاقی که درست میگم مشکل همون وقتی که ندارم. ها قضیه اینجاست. شما در روز چند ساعت کار میکنی؟ تلویزیون هم نگاه نمیکنی؟ فقط فوتبال رو میبینم. همین شما 90 دقیقه بین دو نیمه چیکار میکنی؟ استرس فوتبال. نه دیگه استرس فوتبال. شما برای اینکه به همون استرس غلبه کنی یه لحظه اجازه بده. مثلا یه ضرب دو تا ضرب مثلا الان بگو یه کتاب جایزه میدم. جایزه میدی؟ بله. یه دونه کتاب یه دون کتاب اجازه میدم ولی 3 تا ضرب مثلا. شما تو چه حوزه‌ای بیشتر مطالعه دارید؟ من خیلی کتاب زیاد دارم. چرا؟ تو چه زمینه‌ای خوب کتاب دارید؟ کتاب مدیریتی کلی دارم. می‌خوای؟ ایشون مهندس کامپیوتر هستن. چقدر عالی؟ ایشون هکر هستن. هک می‌کنن. خوبه دیگه پلیس ببین بغلت باشن. پلیس فتوینا هستن. بیا نه ترس اوتاد ندارم. شما برای تربیت بچه چی خوندی؟ هیچی اول میگم مامانش برات. شما با کمبله چیکار می‌کنی؟ کلاً بیرون و بسه. اسپانسر قضیه. چه کتابی تا حالا خوندی؟ حالا فعلا تو خیر هر که با من شیش درخش بیشتر. خب دو مرا در منزلی جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد میدارد که بر بابا ایول تا آخرشو بلدی؟ حضوری گر همین خواهی از او غافل مشو حافظ. این راسته کار این خانم هم هست تو کتاب خونه. خب ایشون هم که دیگه تبا تجهیزات کامل اومدن. قطع جنگ در خب دیگه انتخاب کن دیگه بردی.
اونو برمیداری؟ این سقف بلند ساده بسیار نقش، سقف بلند ساده بسیار نقش منظورش چیه؟ ایول بابا خیلی کارتون درسته، معلومه شما بچه های کتابخونی هستین. حالا میخوای یک کار کنم وقت کنید؟ یه لحظه تشریف بیارید دوری مخفی ما رو باشه بای بای بکنید. خیلی دوست دارم. بالا با دوربین اون بابا. بوی تو خونه‌تون کتابخونه داری؟ چقدر فضای خونه رو به کتابخونه اختصاص داری؟ مطمئنم که داری. داشتنش که دارم، ولی خب الان به خاطر اینکه یه مقدار فضامون محدود شده، یه مقدار کوچولو شده. قبلا اون بزرگتر بود، الان کوچولوتر. کتاب اضافه‌ات چیکار کردی؟ بردی به انباری یا بخشیدی؟ هر دو مورد، هر دو جواب صحیح است. هم انباریت پره، هم بخشیدی، هم تو کتابخونه‌ت پره. در مورد این تاثیر گرفتن داشتی میگفتی، برای من مسئله شده بود که نمیخوای از چیزی تأثیر بگیری، یا اینکه یه چیزی الان با هم دیگه داشتیم گپ میزدیم، شما دوستان نبودین، میگفتی نمیخوام از کسی الگو بگیرم. یعنی هیچ کسی الگوت نیستش که بگی من میخوام مثل این شخصیت این بزرگ بشم. من اصولا با الگو گرفتن مخالفم کلا، ولی با الهام گرفتن بسیار موافقم. فرقش الهام یعنی که تاثیر بگیرم، در حد اینکه بگم که خب اگر آقای ایکس حالا مثلا بازیگر توانمندیه، من ببینم که خب چیکار میکنه، چیکار از نظر اینکه حالا مثلا سیستم زندگیش به چه صورتی هست، کی میخوره، کی میخوابه، چی میخوره، چی کجاها میره، این یعنی تاثیر گرفتن که نکات خوبشو بشه. ببینی کسب خوب کنی. و بد نداره. خب مگه آخه خوب و بد وجود نداره؟ یعنی خوب و بد، خوب و بد رو من و شما معنا میکنیم. واقعا اینقدر نسبیه؟ واقعا اینقدر نسبیه. من فکر کردم یه سری خوبای اصلی وجود داره. نه آخه فرهنگ ما این مدلیه که همه چیز رو میگیم یا خوب یا بد، یعنی هیچ حد وسطی نداره. چه نگاه عجیبی داری. آفرین. جالبه خیلی. نه جالبه. ولی خب حالا مثلا این که گفتم از اونجا نشأت گرفت که صحبت این بود که مثلا سفرنامه ماجلان تو رو به سفر رفتن علاقه‌مند کرد. آره که گفتم بسیار، ولی این که به خاطر ماجلان برم مسافرت برم نه. و چه کتابای دیگه بودی که بیشتر رو تاثیر گذاشت؟ حالا من خب کتاب تاریخی رو خیلی دوست داشتم، یعنی کتابایی که مثلا راجع به زندگی کوروش بوده، راجع به زندگی داریوش بوده، راجع به خشایارشا بوده، اینا رو مثلا خب دوست داشتم، به ویژه حالا دوره هخامنشی رو خیلی خاص‌تر و ویژه‌تر. آره اون کتابایی که مربوط به اون زمان باشه رو آفره. مثلا راجع به کمبوجیه به ویژه. اگه الان بخوای به دوستای تو خونه یکی از این کتاب تاریخی به لحن و روایت شیرین و عامه پسند و همه فهم روایت شده باشه چیزی یادت میاد؟ اگه آخه من خودم هم اینجوریام، هم مثلا خوندم میدونم کتابه در مورد این بود، تو شخصیتش بود، اسم کتابه چی بود؟ الان چیزی یادت هست؟ اگه هست معرفی کن. به اسم همون کوروش هخامنشی یا همچین چیزی بود. اوکی بسیار عالی. چی شد ناراحت شدی؟ نه دوربینم گم کرده بودم. نه چرا ناراحت بشم؟ پس یه سوال دیگه هم ازت بکنم، چه آرزویی داری؟ نه اگه آرزو ندارم، چه آرزویی داری که تا حالا برآورده نشده و دوست داری که برآورده بشود؟ آرزوها که زیاده، آرزوی زمینی، ماورایی. یکیشو بگو. من الان قول چراغ جادوی تو هستم ارباب، من اومدم یک آرزوی تو رو برآورده کنم. کدوم آرزوته که تا حالا برآورده نشده و میتواند برآورده بشود؟ سخته. تا داری فکر میکنی میخوای عکس خیش گرفتم اونو بگیرم ما تو اون آینه بعد بشه؟ من نیستم. تو آینه هستی، من میبینم. تو خود تو میبینی؟ الان دیدم. چون همه عکس هم ارباب نگفتی آرزویت چی بود؟ آرزوم اینه که شعار نمیدم، ولی واقعا یه آرزو. راحت باش بابا، چقدر سخت میگم شعار نمیدم. آرزویی که دارم، یعنی فکر نکنی دارم شعار میدم. نه اصلا واقعا حالا اینو از صمیم قلبم میگم، دوست دارم که نیازمندی حداقل تو مملکتم نبینم. آفرین، این خیلی خوبه. یعنی آدم نیازمند و محتاج در مملکت خودت حداقل نبینی. حداقل. آرزو به این خوبی رو چرا تندتر نگفتی؟ نگفتم شعار نمیخوام بدم دیگه. بعدم نه شعار نیست. حالا اینم واسه ما اومده میگه نمیدونم فلان.
نه ما اصلا در مورد تو اینطوری فکر نمی‌کنم. یکی از این تندیسا میخوام بهت هدیه بدم. وقتی آرزوی به این قشنگی و زیبایی بر مملکت خودت داری، کدوم شخصیت ادبی رو دوست داری یادگاری از ما داشته باشی از پاتوق کتاب باز؟ من سعدی رو خیلی دوست دارم. نمیدونم داری یا نه. بله مگه احسن سعدی رو ما نداشته باشیم؟ اد آقا سعدی کجاست؟ ناصر خسرو کاوه هم با بطاره خیام سعدیمون امروز تموم شده، فردا برامون سعدی میرسه. همون دیگه، من سعدی رو خواستم. فقط سعدی رو میخوای؟ اونم به خاطر دنیا دیدگیش فکر کنم دارن سعدی میابن، دارن سعدی ها رو میگردن. سعدی رسید، سعدی داغ امروز نصیب امینی عزیز. دست شما درد نکنه. قربونت برم. ببین چقدر خوشگله. بس که سفر رفته لاغر شده. سختی زیاد کشیده. سختی زیاد کشیده. چیزی بوده میخواستی بگی من ازت نپرسیدم؟ یک دقیقه دوربینش کدوم یکیه؟ شخصی شا یه دوربین بسته چشاشو بدین اینجوری. هر چی دلت میخواد یه دقیقه مال تو در مورد کتاب و کتاب خونی. میتونیم بگیم ملت کتاب نخونه. آخه نباید بگیم بخونین یا نخونین. زمانی که شما خودت به این دانش و آگاهی میرسی که یه کاری رو انجام بدی، دیگه گفتن من و شما فایده ای نداره. ولی واقعیتش اینه که درسته میگم حالا ممکنه خیلی تأثیر نذاره، ولی میتونه یک راهی رو برای خیلی از آدمهایی که کتاب رو به صورت حتی جسته گریخته دنبال میکنن باز کنه. بله. که بتونه توی زندگیشون یک سری تغییرات، یک سری تحولات و یک سری اندیشه های نو براشون به وجود بیاره. آفرین. طبیعتاً بالاخره دانستن بهتر از ندانستن است. و حالا این دانستن به ویژه این روزها دیگه با وجود دنیای مجازی و اینترنت و اینجور چیزا دیگه انقدر گسترش پیدا کرده که شما آنی یک چیزی رو میخوای راحت سرچ میکنی و راجبش بررسی میکنی. دیر شد؟ نه اینقدر اولش میگم یه دقیقه وقت داره، اول میگم من چی بگم، نه من نباید بگم، بعد یه دقیقه چه رد میکنه کلی حرف نگفته داری. گفتم خوشحالت بس که همه چیزو نسبی میبینه. اینجا پاتوق کتاب بازه، در خدمت پویا امینی عزیزم بودیم که همه چیزو نسبی میبینه. دروغی نمیگم. پویا انیشتین. پویا انیشتین نسبیت. قربونتون برم. پویا میخواد با ما خداحافظی کنه بره. بله دیگه، منم خدافظی میکنم. انشالله که هر جا هستین خوب و خوش باشین. ایام به کامتون باشم. مندم شمونو بخورید. قربونتون برم، دوستتون دارم، چون دوست داشتنی هستید. فردا مطمئنن روز خوبیه، همه چیز نسبیه، اینو یادتون نره. من امیر حسین صدیق بهتون شب بخیر و خدا نگهدار میگم. اما یادتون نره کتاب باز.